خانم معززاده سلام عرض می‌کنم. آیا ممکنه برای ما توضیح بدین که امروز در پارلمان اروپا در اینجا چه کار می‌کنید؟ بله، با درود به شما و همه عزیزان، به اطلاعتون برسونم که من برای کمپین کازمینی بروژدی را زنده نگه دارید به اروپا مسافرت کردم بر راستای فعالیت های این کمپین و موفق شدم با کمک دوستمون آقای انور میرستاری به ملاقاتی داشته باشم با خانم ایزابل دوران در پارلمان اروپا. ایشون معاون پارلمان اروپا هستن. در این ملاقات که الان دقیقا دارم از این دفتر ایشون میام، مواردی که مطرح شد بیشتر در مورد حقوق بشر ایران، نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه وضعیت زندانیان ایران از جمله آقای کاظمینی بروژردی هست که زندانیان بیمار در ایران دارو و درمان ندارن. آقای کاظمینی بروژردی همونجوری که شاید در اخبار شما شنیده باشید و دیده باشید وضعیت بحرانی دارن، بهشون دارو داده نمیشه، از حق وکیل محرومن، مرخصی داده نمیشه بهشون، 8 ساله که ایشون در زندان هستن در این شرایط بد. خانم ایزابل دوران از وضعیت آقای کاظمینی بروژردی بی اطلاع نبودن، گفتن که من اطلاع دارم از وضعیت ایشون، حتی یک بار هم با سفیر ایران در بلژیک صحبت کردن در رابطه با وضعیت چند زندانی از جمله آقای کاظمینی بروژردی و نامه به ایشون نوشته شده که از سفیر ایران خواستن که پاسخ رسمی از مقامات ایران بگیرن در مورد وضعیت ایشون و اون زندانی های دیگه. در مطبوعات بلژیک به نفوذ خانم ایزابل دوران اومده بود چون ایشون مسافرت کرد به ایران، گویا قرار بوده ایشون با آقای بروژردی هم و خانوادش دیداری در ایران داشته باشه. آیا ملاقات صورت گرفت وقتی ایشون در تهران بود؟ ایشون گفتن که تلاش کردن که با ایشون یا با آقای کاظمینی بروژردی یا خانوادهشون دیداری داشته باشن، ولی یک سری مسائل تکنیکی یا پلیتیکی پیش اومد که موفق نشدن، ولی تلاش کرده بودن و قول دادن که در کنتکت ها و به اصطلاح گفتگوهای خودشون با مقامات ایران حتما مورد ایشون رو مطرح کنن و کمک بخوان که برای آقای کاظمینی بروژردی اقدام فوری صورت بگیر. خیلی ممنون از این توضیحات. تشکر می‌کنم.